چون من خودم یه دونه از اینا رو خوردم. آقا تلویزیون میذاره بالا، دوست دارم اصلا بالا ببینه تلویزیون رو. خب سب کو بهت میدم دیگه، نخوردم اشکه. آره اینجا هم میتونیم. تو چی عمل طرف داری؟ یه کرایه مغازه طرف داری؟ یه پول آب بر چیزی دیگه یا مگه میخوای؟ آقای مبارکی یه چند لحظه تشریف بیاری؟ آقایون با شما کار داره. بس دیگه. فرمایش دوباره با این زنبیر دوره افتادی که چی؟ چی میگی؟ کدوم زنبیر؟ آقایون اومدن با تو کار دارن. زنبیر. خوش آمدید. سلام خوش آمدید. میشه جواز ببینم لطفاً؟ جواز؟ ای جواز. سلام علیکم. تاعتتان درگاه قبول حق باشه. عرض میخوام بهشون نیاوردم ها. خوش آمدید. خوش آمدید. جواز. ها البته اینجا ماه رمضان ها، خب نمیتونیم ازتان پذیرایی کنیم و اگر تو افطار صبر کنید خب اینجا نان پنیر و اینا در خدمتتان هستیم، ولی الان معذوریم، خب ماه رمضان نمیتونیم. ای خب مثل که لب و لوچت معلومه تو همین خود ما روزه خوریم. ببین الان اینا رو بیرون میکنیم، درم میبندیم اینجا با هم صفا. ها آقای مبارکی عذر میخوام، آقایون تشریف بردن جواز جناب عالی رو رؤیت کنن. خودم فهمیدم کار که نیستم با قیافت. نه نه بفرمایید، ما اصل هستیم. نه اصل هستیم، میایم خدمتتون هستیم، اینم براتون نگه میداریم بعد میایم. بفرمایید آقای محترم، اگه جواز داری جواز ده بیار از خدمتت مرخص بشی. اگه نداری الان پلومش میکنم. تلوم میکنی؟ تلوم چیزه پلوم. ای قربان اون لهجه شیرینت ها. خب بابا تو که با ما قوماخیشی. مبارک آبادی هستی دیگه ها؟ مبارک آباد؟ مبارک آباد یک کجاست پدر بیام ماست؟ ای مبارک آباد وستا. خب خوبی؟ فامیلا خوبن؟ در همسایی ها چطورن؟ ای روسی آقا سلیمان چطوره؟ خیلی وقت ازش خبر ندارم ها. دخترش رو خونه وقت ها؟ ای بابا ای چشات به من داره میگه. خود تو پسر قصی خانم نیستی؟ خب منم میشناسی؟ یادت نمیاد منه؟ خب بابا منم مسیب، منه یادت نمیاد؟ پسر قزنفر زغال فروش؟ جناب آقای مبارکی، آقایون مبارک آبادی نیستن، مأمور اداره کاروباران همین. خب مأمور کاروبار باشن خب؟ اصلا اگر مبارک آبادی نیستن پس ادای منه در... آقا خوبه اصلا یکی ادای شما رو در بیاره ها؟ کی ادای تو نه در میاره؟ تو داری ادای منه در میاری؟ ببین بازم ادای منه در آورد. آقا ماموری باش، چرا مردم رو مسخره میکنی خو؟ آقایون این کلکشو داره ایز به گربه گم میکنه. لطف کنیم بریم پایین کارگاه، اونجاست ابزارا رو رویت بفرمایید. اصلا تو شدی مفتش؟ گربه کدومه بابا؟ تو چرا فضولی میکنی خو؟ برو سبزی تا بخر. میشه بریم کارگاه رو ببینیم؟ با ببین درست حرف بزن، ادای منو در نیار. آقا تو ادای منو در میاری؟ چه فیلمی بازی میکنی؟ بفرمایید قربان پایین پله ها. بفرمایید. تو نمیخواد راهنمایی کنی. تو نمیخواد توجه بفرمایید. خب تو برو کنار. توجه بفرمایید. شما مأمور قانونید. احترامتان واجب. اما خب مأمور قانون حق داره از کارگاه بازدید کنه. ولی خب کارگاه هم باید تمیز باشه. کمد باید سر جاش باشه.
یعنی کمود هم باید بذارن سر جاش، تمیزم مرتبش بکنن. ببخشید آقا، من فکر میکنم ایشون قاطی کرده تاب برداشت. بفرمایید. نه، باید کمود سر جاش باشه. نوری، نوری، نوری چیه؟ بیا بیرون دیگه. باشه باشه. کمود مرتب باشه. یا الله یا الله یا الله یا الله. خب بفرمایید بفرمایید. خوش آمدید خوش آمدید. این هم کارگاه نجاری ما متعلق به خودتون ها. این کارگاه رو میگم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام آقا تیمور. این آقایان از اداره کاربار تشریف آوردن. نخیر، از اداره کاروبار. مگه امتحان دیکته است مرد حسابی؟ بچه بفرما. ببین آقای محترم، ببین اصلا این دستگاه ما رو ببین. این دستگاه ما که جواز نمیخواد، اصلا سر و صدا نداره خو. از یه آب میوه گیری خو این صداش کمتره. ببین این صدا داره. اینا رو آوردیم اینجا که این کارهای فک و فامیل را بندازیم. ببین آقای محترم، کارگاه کوچیک و بزرگ نداره، باید جواز داشته باشه. خب خب، البته شما درست میفرمایید. ای خب شما گفتی مبارک آبادی نیستی؟ خوش آید پدرت شما مبارک آبادی بوده ها؟ ازش پرسیدی؟ هیچ همچی چیزی نیست. خب میگم تیمور، ای خب خوش آمدید. او کمود لباس بچه هاست. ای تکانش ندید، تکانش ندید، پایاش لغم میشکنه. خسته نباشی. ببین آقای محترم، وسیله شخصی رو جمع بکنین، از اینجا برین بیرون. تا وقتی هم جواز نگیری اینجا تعطیله، یعنی پلومش بکنی. آقا چیشی رو پلوم میکنی؟ پس تکلیف نوری چی میشه؟ نوری مرحوم خاله ایشونه، بعد وصیت کرده که ایشون به کار نجاری اشتغال داشته باشن باقی عمرشون. شما ای آقا، شما چرا انقدر سخت میگیرید؟ ببین اگر شما محبت بکنید و به قول معروف همچین زیر سیبیلی رد کنید، بنده از خجالتتون در میام. نفهمیدم مرد حسابی، علنا جلو چشم این همه آدم رسما داری رشته میدی به مامور دولت؟ خجالت نمیکشی؟ امثال شما هستین که مامورین صدیق و شریف و زحمت کش دولت رو به انحراف میکشونین. بله، یعنی این همه کارمو انجام میدین؟ نه ما خیلی کارای زشتی میکنین. ببین آقا محترم، این حرف ده نشنیده میگیرم. برو دنبال جوازت، انشالله درست میشه. ضمناً من مبارک آبادی نیستم، پدر من مبارک آبادی نیست. با ادای منو در میاری؟ بفرمایید آقا، بفرمایید برید بیرون. ای کجا آقا تیمور؟ یه چیزی بگو، شوهرم تو میبینی؟ آقا یکی به داده نوری برسه. ای خدا آقا تو میبینی؟ بی شوهر شو. خیلی محبت کردی، بنده نوازی کردی. قربون شما، خدا نگهدار. ممنون ازتون. خدا حافظ. به سلامت، ان شاءالله جبران کنیم آقا. خیلی خوش اومدید. به سلامت. ای مار حاشیه، بالاخره کار خودت کردی، زهر خودت ریختی؟ کی زهر خودت ریختی؟ اینا خودشون زرنگن، در به در میگردن یه نفر خلافکار گیر بیرن ما چی بچه‌سو. همین. یعنی تو این مامورای خاربار خبر نکردی؟ اولا خاربار نیست، کارباره. درستین آقا جون، برو دنبال جواز، نداری تموم کنیم بل کنیم برید که تعطیلش کنی. اعصاب نمیذاره بساده. خیالت راحت راحت کنم. من از زیر سنگم شده جواز میگیرم، ولی باج به تو نمیدم. حالا میبینی. باشه، تو جواز بگی، باج به هیچکی نده. بلا اجازه است مرخص شین. خب برو سبزی تا بگیر. خداحافظ. خب بریم. کجا بریم؟ نوری اون توه. بیچاره الان هول میکنه. یه فکری بکن. شلوغ نوری اون تو. شلوغ. بره.
کجاش خندیدی؟ اینجا نمیتونیم من... صحبت کنیم. کجا صحبت کنیم پس؟ بریم بیرون صحبت کنیم بهتره ها. راست میگه. الو این مراد نامراد گوش فویسده اینجوری ای آخ. خب یه فکر شلوغ بریم بیرون دیگه. باشه بریم بیرون اصلا شلوغ. خب میشه تا ببند تو هم هر هر. اختر خانم با من دارین شوخی میکنین؟ سلام. سلام. خسته نباشی؟ سلامت باشی. شما چی دارین خوبی؟ اینجا چی کار میکنین؟ همکار که شما بر میکنین. ما داریم اینجا دزدی میکنیم. ما؟ ما چند نفری؟ ما 5-6 نفریم. پس اونجایی که میخواید دزدی کنید خیلی پر ملاد باب باشه. ما همش دو نفریم. دو نفرید؟ با او یکی تو کجاست؟ داره میکنه. نوبت سرعت منه. ما 6 ماه داریم میکنیم. واه 6 ماه داریم میکنیم. مگه کجا میخواییم بریم؟ به کسی نگی یا بورس. بورس؟ آره. گفتی به کسی نمیگی یا به قیافت هم میخوره بچه با معرفتی باشی. شما کجا دارید میرید؟ ما داریم میریم تلا... نه اختر خانم گفته به کسی نگو. باشو نگو ولی از من به تو نصیحت. تلا درد سره. آب کردنش هم مصیبته. نصف قیمت هم ازتون نمیخرن. آی پاشو بیا نوبت تو مردم از خستگی. اومدم. من باید برم. کاری نداری؟ نه برو راحت بشه. فقط مواظب باش خودتو شلپل نکنی. خدافظ. کمکت کنم بیا. ببینید کیه دارم بهتون میگم. اگه فقط تا یه ساعت دیگه یک ساعت دیگه شوهر من از اون خراب شده نیارید بیرون ها، هر چی دیدی از چشم خودتون دیدی. زندگیتون رو با آتیش میکشم، بدبختتون میکنم. گفته باشم اختر خانم آروم بگی با داد و بیداد که کار درسته میشه. بذار فکر کنیم ببینیم باید چی کار کنیم. بله بله باید عقلمون رو بذاریم روی هم ببینیم چه خاکی توی سرمان بکنیم. آها تا شما بخوای فکر کنی شوهر بدبخت من اون زیر 7 تا کفن پوسونده. بعد اگه بلای سر شما من یقه کیو بچسبم؟ ها همه تو خودتون رو میزنیم به اون را. حیف نیست من اول جوونیم بیوه بشم؟ کی خرج منو میده؟ اصلا تو که رفیق بچگیش هستی تو یه چیزی بگو. آه راست میگه دیگه. بعدش هم یه فکری به حال من بکنی. بابا من کلی پوز دادم خالی بستم. من بعضم توپ مامانم خارجه. اینم اینجوریه اونم اینجوریه. بعد هی هر روز دارم با تاکسی میرم میام. خب میفهمن دیگه شک میکنن. من رخ میزنم سرت بپره توی هاجیر واگیرا. حالا فکر میکنم من واسه خودم میگم. من دارم واسه کار میگم. اصلا من چی میگم تو چی میگی؟ ببین آقا فرخ ببین ها دیگه داری اون روی سگ منو بالا میاری ها. این زنه بیچاره به فکر شوهرشه. اون وقت تو دنبال قرفر خودتی؟ خب خجالت بکش. حالا شما هم شلوغش میکنه. چیه بابا بادم جونو بهم آفت نداره که من اون بابا رو میشناسم. این چیش نمیشه. اگه خودتو اون سوراخ گیر کرده بودی خوب بود. ببین اگه یه نخ مو از سر اون کم بشه ها یا زبونم لال اون تو هول کنه ها اول از همه. بابا اخر خانم جون نوری شما یه خورده کوتاه بی آخه. ما میریم جوازو میگیریم میاریم بعد نوری رو آزادش میکنیم. شما کاریت نباشه. شما اصلا برو خونه استراحت کن. کار که ردیف شد ما میایم دنباله. بله ماشین منم فراموش شد. برم خونه؟ آخه خونه بدون نوری به چه درد من میخوره؟ من تا شوهرمو سعید سالم نبینم پامو از این ماشین بیرون نمیذارم. منم همینطور. منم دیگه از فردا با تاکسی نمیرم بیام. گفته باشم فردا کارو خوابوندم نگه چرا. ای که خفم کردی. یه دفعه دیگه اگر ماشین باشی کنی خفت میکنم. بابا جلوی بابا تو بگیرده. بزن کنم تیمور تا یک کار دستش ندادم. بار میکنی بابا. آقا مبارک. یا پایی ببینم. ای ماشین منو خورد. آقا به اعتراف موسیقی بیده دیگه. رو شبیه چی بده بگه. هر کارتو میخوابونم میبینی دیگه اصلا بابا چی میگه. برو بابا بابا آخه من نخر. این دیگه چه مدلشه؟ آب دیگه ایسا
کجا داریم میری؟ درش این بر آقا. خب مگه اینجا در پیکرم داره؟ آره میگه داره، حالا بیا. سلام علیکم. سلام. سلام. چی همینطور سرتون انداختین پایین دارین از دیوار میان تو؟ در رو نمیبینین؟ خب راست میگه، راست میگه. خوب شو سوز زدی ها، وگرنه برای اون تیوال افتاده بودم گردنم شکسته. حالا خوبه، اینجا اداره است، حالا چه خبره؟ ساختمان اداره رو دارن سمپوشی میکنن. آره اینه. خب لازمه، لازم. عرض میخوام آقا ببخشید. این قسمت صنایع چوبی کدومه؟ میرین تو سر چهارا دست راست. آخو فهمیدی؟ از چهارا رد نشیم. کجا؟ همین داره دیگه. حالا دیگه مجوز صنایع دستی. نه همین داره. نه نه اون وره. خب هنوز به چهارا نرسیدیم. چرا قرمزش کو؟ چی میگی؟ این وره اینهاش. خب اصلا اشتباه اومد. ببین اینجا نوشته صدور مجوزات. آها مجوزات. خب آقا بهت میگم بیا بریم اینجاست. چند بار باید بگم نواقص پرونده رو برطرف کن بیار چشم انجام میدم. اون نواقص قربونت برم این پرونده مشکلی نداره. از دل من خواهش میکنم. آقا کدوم عجله؟ همه ما عجله داریم. خواهش میکنم. مرد زندگیه. من معذرت میخوام. جواب کیو بدم؟ شما جانم بفرمایید. جانم بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. تئاترتون درگاه قبول حق باشه. ممنون. امرتون عزیز من. آها انشاءالله که خوبید. ممنون امرت. یه کار کوچیک داشتم. کوچیک ها همچین ناقابل. احمد هستم. یک جواز کسب میخواستم. اگر شما زحمت بکشید و این آقایان هم خود اجازه بدن همین الان صادر کنید من برم. چشم از سایر بفهمید جانم. ای دست درد نکنه به همین زودی حاضر شد؟ نه جانم این لیست مدارکی که با تهیه کنید بیارین من کارتون انجام بدم. آره عزیزم. ای خود نمیخوای جواز بدی بگو این چیه؟ آقا جو خواهش میکنم بفرم بفرم خواهش میکنم بیا بک و بک کنیم بفرم اینها نوشته دیگه ببین فوتوکوپی شناسنامه همسر فرزندان پدر و مادر حالا آمدیم و یکی پدر مادرش مرده بود خب انشالله این 30 عدد عکس 3 در 4 30 عدد؟ خب مگه میخوای یادگاری بدم فک فامیلاشون خب تاییدیه شورای محل کارت انتقال خون تست اید دادی؟ ریز نمرات ابتدایی تا آخر متوسطه؟ ای بابا این مزخرفات چیه؟ کارت صدافرینا اونو نمیخوان؟ بده بینم ایش کن دیگه قربونت برم پدر جان دختر نیامدیم بگیریم که این تومار چیه دادی دست ما؟ خب یه دفعه لیست خرید خانت هم میدادی جان دلم حتما لازم بوده که خواستن دیگه حتما لازم بوده ما این مدارک رو بیاریم حل دیگه تمومه بله این مدارک رو بیاریم میریم تو نوبت فکر کنم 5 سال دیگه همین موقع نوبت تو میشه. خب عرض میخوام ها صبح بیایم یا بعد از ظهر ناشتا بیایم؟ ای آقا تا اون موقع شوهر من بدبخت اسکلت شده که. بله خانم. نه منظوری با منه میگه اسکلت شده. اجازه بدیم الان بهتون میگم. شما یه محبتی بکن ما اینجا هستیم این پول چایتون محفوظه پلو. چای خور نیستم. نیستم چای خور نیستم. خب یادم این تا یه چلو کبابم جا داره. دندون کباب خوریم هم افتاده. نمیخورن کباب نمیخورن الان چی کار کنم من؟ شما برو مدارک رو بیار مدارک میخورم نه چشم برو دیگه خو حواس من هست بیا این همه پول خرج کردیم آخرش همه چی از دست رفت شوهر من اون تو داره از گشنگی میمیره اون وقت تو به فکر پولاتی؟ آخه اون شلوغش نگاه واسه فکر کنیم دیگه. مگه تو فکرم میکنی؟ تو اگه فکر داشتی که ما الان اینجا نبودیم. اون زبونت ما رو خام کردی ما رو به این بدبختی انداختی. شوهرم از دستم رفت. خب راست میگه. خب اصلا اختر خانم میریم خانه امشب فکرامون رو میکنیم فردا همه چی درست میشه. چی رو درست میشه؟ تا اون موقع نوری از گشنگی مرده. ای خب نترس. اون نوریه که من میشناسم اینه هو شطور دوکوانا برای یه ماهی ذخیره داره حرف دهنتو بفهم شطور خودتی اخه خانم خب برای مثل عرض کردم خرس دوکوانا خوبه؟ لازم نکرد اصلا مثل عرض کنی ای نوری داره اون تو گشنگی میمیری من میدونم شما اونو نمیشناسی گول هیکل گندهشو نخورید اینه یه گنجیش میمونه الان اون تو دلش داره مثل چی میزنه آخ نوری الهی بمیرم واسه Thank you.
دختر خانم. بی معرفت. کیه؟ کسی اونجاست؟ پشت برو اونجا. بفرمایید. اصلا اتفاقی نیفتاده، شما نگران نباشید. من به شما قول میدم من تا فردا صبح نوری رو میارم بیرون. البته اگر تا زورم طول کشید نگران نشین ها. بازگریه میکنن این خانم که من توضیح دادم که تو اصلا مسئله ای نیستش که پولمون چیزی نمیخواین شما. نه، وقتی نوریم نیست پول به چه دردم میخوره؟ بله. یه قرونم تو کیفم نیست. نیست؟ آها. یه ذره پول بدین. ها؟ یه قرون تو کیفشون نیست. پول چی؟ حق واسه پول بده دیگه. من میدم. بفرمایید. خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. اختر خانوم، یه 5000 داری به من قرض بده. بابا، ها؟ بهت میدم ها. همون فردا. من برو. حالا 4000 نداری. سلام. سلام. در رو بدین درست کنم. چی شده امروز تنها میای؟ منظور چیه؟ آخه از وقتی آقای نوری هندوانه فروشی رو کنار گذاشته و اداری شدید، صبح با هم میرفتید و شبا با هم برمیگشتید. اما الان تک تک میایید. مگه نوری اومده؟ اوه، خیلی وقته. تو اتاقه. صدای خورخورشو نمیشنوی؟ نوری؟ 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 آه! آه! چی شده؟ شما یختول خانم؟ ترسیدم. دیر کردی خوابم برد. اینجا چی کار میکنی؟ یعنی چی اینجا چی کار میکنی؟ قومبدم خونم دیگه. منظورم که چجوری از اونجا فرار کردی؟ آها، چجوری از اونجا فرار کردم؟ شما منو نشناختی؟ کمد زدم کنار، اومدم تو زیر زمین. گشتم. به خودم گفتم آقا نوری خودتو نشون بده. نگاه کردم دیدم یه سوراخ کولره. فرتی رفتم تو سوراخ کولر. تنگ بود ولی خب هرجوری بود ما کم نیاوردیم دیگه. خوشت اومد؟ خیلی. آخه من به تو چی بگم؟ کی میخوای چیز یاد بگیری؟ منظورت چیه؟ اگه اون تو باشی یا ببین من حسابی تیغشون میزنم. به بهونه تو سرکیسه‌شون میکنم سهممون میبریم بالا. من که اون تو نیستم، اینجا. خب برمیگردی. از همون رایی که اومدی بیرون، از همون راهم برمیگردی تو. تا وقتی هم در اونجا باز نشده نمیای بیرون. جون اختر خانم کوتا بیا. اختر خانم اینجوری که نمیشه. شاید در اونجا رو بستن، اصلا در اونجا رو گل گرفتن. من از گشنگی میمیرم اختر خانم. امشب اون سریال خوشگله داره، بذار با هم تماشا کنیم. باشه؟ نه، برمیگردیم میری.
یکی دو روز که بیشتر طول نمیکشه. دست نزن، از گشنگی هم نمیمیری. یه لقمه نون با خودت ببر. اکثر خانم شما خودتون میگین یکی دو روز، حداقل بذارید روز آخر برم. باشه اکثر خانم، ببینید یه غذای خوشمزه با هم درست میکنیم، میخوریم، بقیه غذا رو من با خودم میبرم، اون سریع خوشگلنم با هم نگاه میکنیم. باشه. از اونجا اومدی بیرون آقا مراد ندیدت؟ نه، هیچکی منو ندید. قبوله. ولی شب برمیگردی یا؟ باشه، خیالت راحت باشه. تو دیگه چه جونوری هستی؟ شما باید از اول فکرشو میکردید. بالاخره هر کاری حساب کتابی داره. بدون جواز که نمیشه. تو خودت جواز دوخت و دوز داری خانه را کردی مزون؟ اون خیلی فرق میکنه. واسه سه چهار تا در همسایه خیاطی کردن که جواز نمیخواد. من که فروشگاه نزدم. بله بله، از کیسه تو که نرفته. من به خاک سیاه نشستم، حس و نیستم و دادم که این چرخ به چرخه. اون وقت این آقا مراد ببو یک چوب اینقدی گذاشته لاش. اوی اوی چه خبرته؟ این بچه دشتاش باز شده. گشنمه خب شما نباید خور. خب بخور عزیزم، بخور. من میگم هاراگیری نکن، برای فردات هم بذار. تو فکر میکنی من خوشحالم از اینکه کارتون به خنس خورده؟ نه والا، من فقط میگم به جای اینکه زانوی غم بغل بگیرین، ننه من غریبم بازی در بیارین، پاشین برین دنبال جوازتون. فوقش یکی دو ما طول میکشه، اما بعدش راحت میتونین کارتون رو انجام بدین. بله، فقط نوری بیچاره تا اون موقع هفت تا کفم موسونده. بله. ای حالا جواب ای اختر خانم قشقرق کی بده؟ ای چه خبره تا بابا خفه نشی. ببینم من نفهمیدم چی شد. مگه نوری چه شده؟ هیچی بابا، هیچی. ای از راهنمایی شما خیلی متشکرم. حالا بذار ببینیم چه گلی روی این سرمان بگیریم. یعنی من دیگه حرف نزنم. خیلی خوب بابا. آه مال مفته دیگه ها. بچه هم نمیذار یه دقیقاتم شام بخور. گلاش ندادی. میدونی چیه ما برک؟ اینجوری باشه کلامون پس محرکه است. ذکر مصیبت هم فایده ای نداره. راه داره. اه؟ بازم کیسه دوختی؟ کیست هم که ته نداره. یه یارو رو میشناسم سه سود برامون جواز درست میکنه. میزنیم تو دهن مراد و بس. تموم. مفتکی؟ مفتکی؟ مفتکی مرد حسابی توف کف دستت میندازم مثل اینکه من میخوام ازت بگیرم. میخوام بگیرم بدم به طرف. اصلا میدونی چی؟ اگه زورت میاد خرج کنی از خیرش میذاریم. حساب ما رو هم بکن بدیم این بابا. ای رو تو برم. هی ببین کیفور ها، ببین من باج علکی به شغالم نمیدم. ناسلامتی ما خودمان یه عمر قورباغه رنگ زدیم، به جای فولکس واگن به مردم غالب کردیم. تا صبح یک جوازی بسازم که همین جوری دور خودت گیج بچرخی. حالا ببین. آه تیمور ای خواب به خواب بشی. ای کی میمیری تو؟ ای ببین میمیری. کیف میکنی آه؟ من درستش کردم آه. از خیلی عالیه که اصلا این توپه خارجی شده. ای ما رو گرفتی؟ نه. خب اینو یه دستی بهش میکشیم خود درست میشه. ببین یکم که چای بمالیم بهش، قابش هم که بکنیم، کهنش بکنیم، دیگه کسی نمیفهمه. اینه نگاه کن، فکر کردی که میخواییم به کارگاه شلوک هومز نشانش بدیم؟ نه بابا، این آقا مراد خنگ عزیزم. اصلا این حیف ما داخل اینو خرجش کنیم، اینو نگرده برای روز مبادا. آخه اوشگول، فکر کردی مردم مغز خر خوردن؟ سوم دبستان روزنامه دیواری درست کردم، از این بهتر بود. آقا بگی بخواب شما، من فردا خودم درستش میکنم. ای دستت بشکنم و سیب. به من میگه گوشکوب. آقا تیمور، حالا تو مطمئنی که میفهمن؟ ها؟ بابا من که نمیفهمم. خب طرف که مأمور پرمور کنی؟ نه بابا، این مطمئنه، خیالت راحت. رقم معامله چقدره؟ رقم چیه؟ سفر شلوغش داری میکنی؟ یه دونه جواز کوچولو ما میخوان؟ جواز که واسه خوشکنی نمیخواد.
حتما پول نقد توشه. 15% پول چایی بچه هاست. پول چایی کی؟ بابا با ولکن گوش کن سفر، شما دست یه آدم این کاره رو میذاری تو دست ما، پول چایی پلو من محفوظه. بابای خدا بیامرزم همیشه میگفت سیلیه نقبه از حلوای نسیه. امروز نقد نسیه بردا. بله کچه رو اینجوری نگاه میکنی ها؟ خب بیا ها این شد کار حسابی. خب یه دونه یک شواست سراغ دارم، اسمش شاغلامه. تو کار جل مادر رو دستش نزاییده، از دستش طلا میریزه. پاشین برین تو پارک خیابون اون طرفیه دم قسمت بازی بچه ها، خودش میاد سراغتون. خب از کجا بفهمیم خودشم؟ مامور نباشه خود. ها ببین میاد میگه که نوه دختری سفر خالبند زاییده. خب شما میگی چی؟ آها میگه دختر. حالا شما بگو اسمش چیه؟ بله شما بگو شاغلام. خب شیرفهم شد؟ ها شیرفهم شد؟ تو فهمیدی چی گفت؟ بلند شو بریم آرج. هزار تومن پول بی زبان گرفت واسه یه قرار سرکاری نباشه. نه ترس کارش درسته یارو، معتبره. خیلی خیلی این همه نیمکت خالی، چرا اینجا نشستی؟ ساعت اگر میخوای ساعت 10:30. پاشو پاشو برو، ما کار داریم، ما قرار مهم داریم. پاشو. نوه دختری سفر خالیبند زاییده. ها خود زاییده که زاییده، به من چه؟ گفتم نوه دختری سفر خالیبند زاییده. آه حالا چی زاییده؟ دختر حالا بگو اسمشو چی گذاشته. خب معلومه شاغلام. چرا اینجا نشستی چابلوه؟ منتظر شما بودیم ما. نه 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 ما منتظر شاغلام بودیم. خودش کجاست؟ شاغلام منم، یعنی اسم شوهرم شاغلامه. تو حبسه، کاراشو من انجام میدم. خب دیگه بیشتر از این نمیشه اینجا حرف زد. شک میکنم، دنبالم بیایید. گیرتون چیه؟ ناقابه، یه جواز کسب کوچولو. کوچیک و بزرگ زیاد توفیر نمی کنه. واسه چی میخوان؟ مگه فرقی هم میکنه؟ آقا رو اختیار داریم. آقا خب معلومه که فرق میکنه. ببین قنادی باشه، مرغداری باشه، از این آژانس‌های تهیه مسکن باشه، تاکسی سرویس باشه، واردات کامپیوتر باشه، قصابی، اصلا آموزشگاه بازیگری، خب هر کدومش یه قیمتی داره دیگه. چی میگی بابا؟ یا جواز نجاری میخوایم ما؟ البته یه کارگاه کوچیک ها، خیلی کوچیک. کارگاه نجاری موقت دائم 5 ساله چجوری؟ ها کدام ارزان تره؟ اصلا نصف روزه نمیشه؟ گرفتی ما رو ها، خرجی یادت نره. بجا این رفیقت اصلا تو خط نیست. حرف زد ولکن بابا، حرف نزن. شما با این کاری نداشته باش، طرف حسابت منم. پولش تو میدی؟ بگردون آقا جون، بگردون. چشم، کار دیگه ای نداری؟ ببین موقت 5 میلیون، البته نجاری گرونه. اگه از این کارخونه های تولیدی ماکارونی میخواستی با 1 تومن هم میشد. 5 میلیون برای تمام وسایلشو، اره برقی و اینا. خوشمزگی نکن، گفتم بگردون. چشم. آقا پول جوهر و کاغذش هم نمیشه، تازه جرمش هم سنگینه. قبول آقا، فقط فوریان. تا آخر برج نمیشه، معذورم. چه؟ آخر برج؟ خب آخه
ما برای فردا میخواییم. خب شرمنده نمیشه. خب لباس بعد عید برای گل منار خوبه. تو یه کاریش بکن شما. ببین آقا جون، من با خودم عهد کردم تو این ماه خلاف ملاف تعطیل، فهمیدی؟ بعد عید فطر بیا، خب کارتون ردیفه. تازه خواستی بیای این بابا رو با خودت نیاری ها، عریختش اصلا خوشم نمیاد. مگه اومدیم خواستگاری؟ نخیر بفرما. بابا این کی بود دیگه؟ پاکر نفس افتادم. آخ این کلم همین جوری داره تلو تلو میکنه. ای جانم بالا اومد. اومده بود توی حلقم ها. حسد تو هم دیگه، حالا یه ورزشی کردی واسه سلامتیت هم خوب بود. ما هم یه تابی خوردیم. این زنه پاک قاطی داره. اومده بود چرخ فلک بازی. اون یکیه بگو. کلی از همون پول گرفت تا این فرستاد سراغ ما. این حرفا رو بل کن. روز از دو روزی از نو. من دیگه با تناب تو توی چا نمیرم. دیگه نمیرم. دور بزن تا بهت بگم. دور بزن تا بهت بگم دیگه. آها اینجا نمیشه. از اون ور دور بزن. عجب. پس هنوز هیچی نشده به مشکل برخوردی. چطور از اول به فکر جواز نبودین آقای مبارکی؟ خب حاج آقا رو سادگی. فکر کردیم چون نیتمون پاکه و به فکر این چرخ تولید مملکتیم دیگه کسی چوب روی چرخ ما نمیذاره. خب به هر حال بابت وامی هم که برای این کارگاه به شما دادیم باید یه جوری مشکل شما رو حل کنیم. خب البته بله حاج آقا، حالا باشه بعدا صحبت میکنیم. البته جواز گرفتن مراحل خاص خودشو داره. ما باید کاری بکنیم که شما بتونید جواز موقت بگیرید. من تو نداره خودم آشنایی ندارم، اما یکی از دوستان آقای شیروانی رو عرض میکنم. میشناسین که شیروانی؟ بابا کدام شیروانی آخه؟ آقای مبارکی، مثل اینکه این جواز گرفتن حسابی حواس شما رو به هم ریخته. آقای شیروانی معرف شما رو میگم برای وام. آها شیروانی خودمان. خب بله پس مامان بدری راست میگفت. چی راست میگفت؟ اینکه اون درجه دروغ نمیگه. اینکه خیلی خرج کرده باشی 1,000,000 هم نمیشه. تو هم وقت گیر آوردی ها. حالا اون مامان بدریت یه حرف کشکی زد، شما چرا پیشه میگیری؟ چی شد؟ چرا وایستادی؟ تیمور جان برو بابا، برو کلی بدبختی داریم ها. میخوای اختر بیچاره مان کنه؟ فکرشو بکن مصیبت. وقتی همه بچه ها بفهمن این خرجی که کردی و پاشون دلا پهنا نوشتی از کیسه درخشانی بوده، چه قشقرقی برام. تو که نمیخوای بهشان بگی ها؟ خب دست بالم تنگ بود تیمور جان، بد کردم نذاشتم کار بخوابه. باور کن کلی چک و زفته بابتی چندر غازوان بهشان دادم. خب دو برابرش هم که برش ازم میگیرن. خب ایناشه که نمیگی تو. مصیبت، غیر از درخشانی دیگه کله کیو تراشیدی؟ ای بابا چه کله تراشیدنی؟ تو همین حالا اقلن کم کم 20,000,000 خرج او کارگاه شده. حالا هم که ایچی درش گل گرفتن و رفته پی کارش. ماندم پولی بابا درخشانه چجوری بدم؟ البته من قبول میکنم، ولی مثلا اختر خانم قبول نمیکنه. حقم داره دیگه، اون که مثل من شما رو نمیشناسه که فکر میکنه داری سرشو کلا میذاری. خیلی خوب اینقدر قر نیا. چقدر میخوای که این زیپ دهنتا بکشی؟ خوشم میاد اهل معامله ای حالیته. حالا بهت میگم، با هم صحبت میکنم.